علت این که من علاقه پیدا کردم که به مذهب نگاه کنم، ببینم مذهب چیه، اینه که ما تو کوچه سید هاشم زندگی میکردیم و تو این کوچه پر از سید بود و تعداد زیادی از اینا یا آخوند بودن روزخون بودن و سید هاشم خونه های متعددی داشت توی این کوچه که این خونه ها همه متعلق بود به بچه هاش یا نوه هاش. موقعی که من بچه بودم خود سید هاشم مرده بود، ولی پس دامادش که عندلیب سادات بود، این درست خونهش روبروی خونه ما بود و همیشه مادر ما به ما میگفتش که به این سیدها باید احترام بذاریم و من همیشه فکر میکردم که چون چند تا از این بچه ها هم کلاس ما بودن و بچه های خوبی نبودن، مزاحم بودن، سر کلاس درس نمیخوندن، سر صدا میکردن و چند تاشون از مدرسه بیرون کردن، من همیشه فکر میکردم که چرا باید ما به اینا احترام بذاریم؟ این بچه‌ای که از من خیلی بدتر هست، درسش بدتره، اخلاقش بدتره، من باید به این احترام کنم، علتش چیه؟ در سن 13-14 سالگی که من بودم رفتم قرآن و گفتم قرآن من اگه بگیرم و بخونم ممکنه اطلاعاتی پیدا کنم راجع به این موضوع و چون عربی بلد نبودم رفتم که یه قرآن ترجمه، قرآنی که ترجمه فارسی داره پیدا کنم. این البته مشکل بود اون موقع چون قیمت قرآنی که فارسی ترجمه توش داشت خیلی گرونتر بود. قرآن معمولی در حدود 1 تومن بود اون موقع و این قرآن که ترجمه فارسی داشت شاید 8 تومن تا 10 تومن بود. یه مدتی طول کشید ولی بالاخره مادر ما کمک کرد و من پولامو جمع کردم و رفتم قرآن خریدم. بعد که شروع کردم به خوندن قرآن متوجه شدم که بیشتر چیزایی که محمد گفته رابطه داشته با زندگی خود محمد و اجتماعی که توش زندگی میکرده، رابطه چیز خاصی اونجا نیست که آدم بتونه بگه که این از خدا اومده. و یکی از چیزهایی که باعث گرفتاری من بود این بود که چرا خدا فقط عربی حرف زده؟ خدا مگه نمیتونست فارسی حرف بزنه که ما بفهمیم چی میگه؟ و این باعث شد که من شروع کردم به مطالعه کردن قرآن و وقتی که متوجه شدم که این افکار، افکار یه آدمی است و این آدم محمد بوده و بیشتر چیزهایی که گفته همش رابطه داشته با زندگی روزمره خودش و در اون اجتماعی که توش زندگی میکرده، بنابراین شروع کردم به نوشتن روی قرآن که این محمد این حرف رو زده به علت اینکه این اتفاق افتاده. وقتی مادر من متوجه شد که من دو قرآن چیز نوشتم ناراحت شد خیلی و می ترسید که نبادا یک کسی این قرآن پیدا کنه و مزاحم فامیل بشه یا یک کسی بیاد بزنه منو بکشه واسه اینکه من مخالفت کردم با افکار اینکه اینا افکار خداست، افکار محمد نیست. و به این علت بود که وقتی من از ایران اومدم بیرون در سن 26 سالگی مادر من این قرآن رو داد دست من، گفت اینو ببر به امریکا و بذار اونجا، بر وقتی بر میگردی دیگه نیار. ولی از اون موقع بود که من متوجه شدم که
افکاری که در قرآن شرح داده شده افکار محمد هست، رابطه با اون چیزی که من فکر میکنم خدا هست رابطه نداره، یعنی با طبیعت. و بعدها که در امریکا بودم آشنا شدم با مذاهب دیگه و متوجه شدم اونام همینه، اینا همه افکار مردمه و یه مقدارش هم قصه است. اینا رو جمع کردن گذاشتن رو هم دیگه، کتاب های مختلف مذهبی رو نوشتن. یکی از چیزهایی که کارهایی که دارم میکنم، من راجع به زندگی محمد مطالعه میکنم، کتابهایی هست که خیلی وقت پیش نوشتن وسترن ریسرچرز. اینا صحبت اینه میکنه که primitive people who were leaders of the religion, it was very common among them to have that shaking business that Muhammad had at the beginning, and they were cold and they were sweating and all that. So this is not new for Muhammad, you know. There were people before him who were involved with this, and it is something they call muse, M-U-S-E. This is a very strong belief that psychologists have worked it out, and it's as strong practically as sex is, interest in sex. And they say people who have this, very often they like to be left alone. That's why Muhammad used to go to the cave and hide there all night, sometimes weeks he wouldn't stay there, and to think about different things, you know. و کتابایی که دیگران هم که نوشتن که محمد اپیلپسی داشته، تنها نوع اپیلپسی که دیگران شرح میدن is temporal epilepsy. که باز یه کتاب دیگه شرح داده و میگه که این در بچه های کوچیک وقتی تنها هستن، رفیق ندارن، they make something up in their mind. And they give it different names. Or they may have a toy. They give the toy a different name to make sure they're not alone. You know, the instinct, the original instinct is mother, presence of mother. می‌نویسه که وقتی که بچه مادرش هست، میدونه که مادرش وقتی نمی‌بینه، مادرش تو next room. He or she is comfortable because as soon as I want him, I scream and she will come. این مثل همون میمونه. این محمد نه مادر داشته نه پدر. یعنی پدرش که مرد بعد از اینکه چیز شد، قبل از اینکه محمد متولد چه پدرش مرد، مادرش هم 6 سالش بود محمد وقتی مادرش مرد، بنابراین مادر هم نداشت و مدتی از بچگیش دایه داشت که بیرون شهر بود. یعنی مادرش تو مکه بود و اون یه جای دیگه بود. در همون دوره بود که یه دفعه افتاد رو زمین و اون بچه دیگه که همشیرش بود، یعنی شیر، مادره شیر میداد به هر دو، اون متوجه شده بود که این تکون میخوره و ناراحته و بعد که رفتن پیداش کردن گفتش که 3 مرد بودن اومدن سینه منو باز کردن. حالا اینا قصه ها رو ساختن یا راست یا دروغ معلوم نیست، ولی این قصه ایست که خود محمد بچه که بود، این تنها دوره بود، چیزی بود که از بچگیش می نویسن. و بعدها عایشه گاه گاه شرح میده
که یکی دو دفعه که محمد نشسته بود اونجا ولی تو عالم هپروت بود، یعنی من بهش حرف میزنم نمیشنم نمیفهمی. بعد یه روز متوجه شدم که وقتی تو این عالم بود تبسم میکرد، میخندی. بعد میگفت وقتی بیدار شد ازش پرسیدم موضوع چیه، به من گفتش که یکی از این زنا که جهود بوده و خوشگل بوده این محمد آورده بوده، بهش گفته که این میخواد مسلمون شه. خدا به من گفته که این قرار مسلمون شه. این حرف زدنش با خدا با اون میوز رابطه داره، یعنی اون چیزی که خودش میسازه تو کهله خودش که قبول میکنه که یه نفر دیگه اونجا هست. این با بودن مادر در بچگی این یه بیس سایکولوژی داره و میگه که چیزایی که مثلا شاعرا که وقتی شعر میگن، نمیدونم شما اینو شنیدی یا نه، در ایران میگفتن بعضی از این شاعران مشروب که میخورن بیشتر چیز میشن، تحریک میشن بعضشون. و برای همین هم هست که خیام و حافظ و اینا صحبت شراب میکنن، چون مشروب میخوردن و خود شراب که میخوردن تحریک میشه مغزشون، بهتر میتونستن شعر بگن. میگه که اینا در اون عالمی که میرفتن همون حالت محمد بوده که میرفته توی عالم هپروت و فکر میکرده که این چیزایی که میاد به مغزش مال خداست، خدا داره بهش حرف میزنه. و این اینا کسایی که این حالت رو دارن اینا خودشون سینسیر هستن، یعنی خودش واقعا دروغ نمیگه، این پرسونالیتیه. یعنی کسای دیگه که نمیشنون حالا اگه کسی بیاد این حرف رو بزنه میذارنش تو دارم مجانی. اگه بیاد بگه اینو دو سه سال پیش توی کریسمس تایم توی یارو از نیویورک داشت میرفت تگزاس با تیاره، تو تیاره بلند میشه شروع میکنه که سر صدا کردن که I am Jesus Christ, I have come back to life. تلفن کردن به تکساس، اونجا امبولانس آوردن، گشتن شو امبولانس پرسنل. این اگه 2000 سال پیش بود ممکن بود پیغمبر میشد. حالا میرن میزنن اینا رو میکشن تو اون تکساس، چند دفعه این اتفاق افتاده، اینا رو میزنن میکشن. البته راجع به زردشت در ایران اطلاعات خیلی کم بود، چون آخوندا اجازه نمیدادن و دولت هم اصراری نداشت که راجع به زردشت کسی اطلاعاتی داشته باشه و صحبتی بکنه. ولی در امریکا اطلاعات خیلی زیادی بود راجع به زردشت پیدا کردم بعدها و متوجه شدم که در 200 سال گذشته اروپایی ها مخصوصا آلمان ها، فرانسوی ها و بعد انگلیس ها و بالاخره خود امریکایی ها یه مقدار چیز ریسرچ کردن راجع به زندگی زردشت، افکار زردشت. و به نظر من این مطالعات نشون میده که افکار خود زردشت با مذهبی که پرکتیس می شده به عنوان زردشتی، اینا دو چیز مختلفه، با هم فرق دارن، یکی نیست. یعنی اون چیزی که زردشت خودش گفته بعدها، بعد از اینکه زردشت از بین رفت مرد، اینا رو تغییر دادن و دو مرتبه برگشتن به یه مقدار زیادی از افکار قبل از زردشت، اینا رو آوردن قاطی کردن با مذهب زردشتی و
پخش شد در ایران به عنوان مذهب زردشتی، یعنی آخوندهای زردشتی از آخوندهای اسلامی بهتر نبودن، اینا همشون در فکر خودشون بودن و مخالف اون چیزی که زردشت گفت. زردشت یکی از چیزهای خیلی مهمی که گفت این بود که لیدرهای سوسایتی، چه لیدرهای مذهبی چه لیدرهای غیر مذهبی، اینا همه کوراپت هستن و تظاهر میکنن به اینکه برای مردم کار میکنن ولی دروغ میگن. متاسفانه این موضوع هنوز هم راسته تو دنیا، فرق نکرده چه در ایران چه در خارج از ایران. وقتی به تاریخ نگاه میکنید، به تاریخ اخیر دنیا نگاه میکنید، متوجه میشید که این افکار زردوش درست بوده، صحیح بوده. و کسایی که امروز مطالعه افکار زردوش کردن، زردوش رو با کسانی مثل سقراط مقایسه میکنن، نه با پیغمبرهای دیگه. بنابراین افکار زردشت، افکار خود زردشت افکار فلسفی بوده و درست بوده. متاسفانه فالو نشده. اونا رو مردمی که بعد از زردشت اومدن و دین زردشتی رو عوض کردن، اونا به فکر خودشون بودن، به فکر مردم نبودن و افکار زردشت رو عوض کردن، گرچه اسم زردشت رو نگه داشتن به اسم دین زردشتی. ایرانیان و هندیان که همراه بودن با هم دیگه در جلگه های آسیای مرکزی زندگی می کردن، بین روسیه جنوب رودخانه مولگا از یه طرف اندر طرف دیگه در مشرق میرسید به چین، میرسید به چین. و اینا در این ناحیه زندگی میکردن. به نظر میاد که در اوایل زندگی زردشت زندگی آرامتر بوده و جنگ و جدال کمتر بوده، ولی در این دوره ایرانی‌ها یا آریان‌ها چند چیز کشف کردن. یکیش چرخ بود و یکیش عرابه‌های جنگی، و یاد گرفته بودن که اسب‌ها رو تربیت کنن که بارکشی کنن و عرابه‌های جنگی رو بکشن. بنابراین در اواخر زندگی زردشت جنگ زیاد شده بود تو این ناحیه و یه تعداد زیادی از اینا شروع کردن به حرکت کردن به طرف جنوب که در ایران بود، یا به طرف شرق که رفتن به طرف هندوستان. در هندوستان ظاهراً تمدن وجود داشت که این آریان‌ها غالب شدن به مردمی که اونجا زندگی میکردن، چون وسایل جنگی داشتن. در این موقع اولین فلزات هم کشف شده بود اونجا، بنابراین اینا وسایل جنگیشون ادوانسد بود، پیشرفته تر بود نسبت به کسانی که اونجا زندگی میکردن در هندوستان. ولی طرز نوشتن، ظاهراً این آریان ها نمی دونستن که چجوری بنویسن. بنابراین ایرانیان افکار زردشت رو هیچ وقت ننوشته بودن در موقعی که خود زردشت زندگی می کرد. بنابراین بعضی تاریخ ها، کتاب های تاریخ رو وقتی می خونید به شما میگن که زردشت قبل از historical period، یعنی قبل از زمانی که تاریخ نویسی وجود داشت زندگی میکرد. به همین علت هم هست که نمیدونن واقعا که زردشت در چه موقعی و در کجا زندگی میکرد.
اینا رو همه رو از روی اوستا، از روی زبان اوستا، متخصصین زبان که فیلولوژیست بهشون میگن، اینا رو اینا کشف کردن در مقایسه با کتاب هندی ها که ریگ ویدا اسمش هست. کسانی که ریسرچ میکنن اینا متوجه شدن که در حدود 1500 سال قبل از میلاد، یعنی 3500 سال پیش نوشته شده ریگ ویدا، و به نظر میاد که زبون اوستایی یعنی زبون زردشت در حدود 2300 سال با این فاصله داره. بنابراین زردشت در حدود 1000 تا 1200 سال قبل از مسیح یا 3200 سال پیش زندگی میکرده. این تاریخ زردشت از روی این اطلاعات پیش آمده. البته باستانشناس ها هم کمک کردن که وسایل دیگه، وسایل جنگی و فلزات و غیره اینا رو کشف کردن و با زبون شناسی اینا رو قاطی کردن. و چون زبون زردشت به زبون ریگ ویدا خیلی نزدیک هست، به نظر میاد که زردشت در یه ناحیه که امروز بهش میگن قزاقستان در اون حدود زندگی میکرده، که نزدیکم هست به هندوستان که همون زبون ریگ ویدا هم از اونجا میاد. این ایرانی ها و هندی ها در اون موقع خدایان خیلی متعددی داشتن و علت وجود این خدایان این بوده که اینا به طبیعت خیلی نزدیک بودن و با قدرت‌های طبیعی زندگی می‌کردن. یکی از این خدایان که خیلی از بیشترشون معروف‌تر بوده خدای خورشید بوده، و همین موضوع رو در تاریخ ادیان در کشورهای دیگه هم دیده میشه، مثل مصر. در مصر هم که تمدن خیلی قدیمی هست همیشه خدای خورشید داشتن. ولی خدایان متعدد بودن، هر نیروی طبیعی با یه خدای مربوط میشد برای این مردم، مثل خدای آبها که الهیتا یا خدا بانوی آبها بود. و خدایان خیلی زیاد دیگری هم وجود داشتن، مثل دارای اسپا یا دراسپا، این خدابانوی حیوانات اهلی بوده، و اپ هم نبات، اپ از آب، از همون آب میاد، اپ هم نبات، این مسئول پخش کردن آبها بوده روی در روی زمین، تقسیم کردنشون. و آثار یا آذر که تبدیل شده به آذر، این نگاه دارنده آتش بوده، و از روی همین حساب به آذربان کشیش های بودن که آتش رو در معبدها زنده نگه می داشتن همیشه. وایو خدای باد بوده، و خدایان اینا به طور کلی به دو دسته مهم تقسیم می شدن، که یکیشون بهشون می گفتن خدایان خوب و که مفید بودن، بهشون می گفتن اهورا که معنیش خدا هست، و دسته دومو که خدایانی بودن که اسباب زحمت مردم می شدن، تولید درد، ناراحتی، بیماری، قحطی،
گرفتاری های زندگی، اینا هر کدومشون یه خدای جدا داشتن و اینا رو بهشون میگفتن دایوا. این هم ایرانی ها هم هندی ها به اینا میگفتن دایوا. معنی لغت دایوا یعنی درخشنده. و هندی ها ادامه دادن که اینا رو به اسم خدا نگه دارن، ولی اینا در بعد از زردشت، چون وقتی زردشت اومد گفت اینا خدا نیستن، اینا همون چیزی که امروز در ایران میگن دیو، اینا دیو هستن و نباید اینا رو پرستید. از نظر زبون، زبون ریگ ویدا زبون سانسکریت هست که یکی از ایندو یوروپیان لنگویجز که از زبان هندی ها تا اروپایی ها که ادامه پیدا کرده که خیلی به هم نزدیکن. زبون آریایی بهش میگن. زبون اوستا یا زبون زردشت خیلی نزدیکه به سانسکریت، مثل حتی لغت خود لغت اوستا و اویدا، ریگا ویدا، این هر دوش به معنی نالج هست، به معنی علم و دانش هست. و لغت های خیلی دیگه هم هست که اینا نزدیکن خیلی به هم دیگه، مثل خدای خورشید که به زبون اوستا میترا بوده، به زبون سانسکریت مال ریگ ویدا هست میترا. و این خدا یک از خدایان خیلی مهم بوده، به طوری که بعد از زردشت هم باز برگشته و حتی به اروپا مسافرت کرده. این کتاب ها زیادی راجع به میترا و میترایزم نوشته شده. و به نظر میاد که تاریخ زردشت در حدود 1000 تا 1200 سال قبل از مسیح، یعنی 3000 سال پیش بوده و محلی که زندگی میکرده به نظر میاد که یه جای در قزاقستان بوده. البته قزاقستان اون موقع جدا وجود نداشته جز به همون جلگه های مرکزی آسیا بوده و اینا همه بیشتر در دریای مازندران، شمال دریای مازندران وجود داشته و نزدیک بوده به هندوستان. و از روی زبان و از روی باستانشناسی است که این اطلاعات به ما میدن، نه از روی تاریخ. تاریخی وجود نداره غیر از این چیزهایی که به دست ما هست، که زبون اوستایی هست، زبون ریگ ویدا هست و چیزهایی که شرح دادن و این زبون ها در چه ناحیه‌ای بوده و چه زمانی بوده. چون زبون ها در حدود هر 200-300 سال عوض میشه و زبون های قدیمی لغت‌هایی که بهش اضافه میشه و اون چیزهایی که به وجود میاد، مثلا حتی در دوره خود زندگی زردشت، در اوایل زندگی زردشت زندگی ظاهرا خیلی آرامتر بوده، بدون جنگ و گرفتاری‌های نظامی. بیشتر مردم یا جزو کیشیش‌ها بودن و اکثریت مردم زاره یا گلدار بودن، گلداری میکردن. ولی در اواخر زندگی زردشت چیزهای کشف شده بود، مثل چرخ و عرابه های جنگی و متال، فلزها، بعضی از فلزها کشف شده بود. بنابراین
حتی در زمان زندگی خود زردوش که میگن در حدود 78 سالش بود وقتی مرد، در همون پیریاد، در همون دوره زندگی زردوش، این عوض شده بود. از و یکی از علل حرکت کردن و مهاجرت کردن این قبیله این بوده که وسایل جنگی پیدا شده بود و مردم ناراحت شده بودن، بنابراین حرکت میکردن به جای دیگه که برن زندگی آرومتری داشته باشن. در دوره زندگی قبل زردشت و حتی قبل از زردشت، کشیش ها خیلی قدرت داشتن. کشیش ها یا آخوند ها خیلی قدرت داشتن. اسم اینا رو زردشت میگه کرپان. کرپان بودن اینا. و بیشتر قانونگذاری جامعه دست اینا بوده. و قسمت مهمی از زندگی مردم و انرژی مردم صرف کارهای مذهبی می شده. علتش هم این بود که اینا کرپان ها احتیاج داشتن به مردم که بیان و دعا کنن و قربانی کنن. اینا حیواناتشون رو می آوردن قربانی می کردن و نتیجه این بوده که بهترین قسمت گوشت این حیوانات که قربانی می شدن می رسید به دست کرپان ها. این برای زندگی خودشون بود. و به نظر میاد که حیوانات در این دوره قبل از زردشت، مردم فکر میکردن که حیوانات مفید روح دارن و آدم هم روح داشت و فکر میکردن که روح بعد از مردن باقی میمونه و روح حیوانات و آدم به یه مرکز قدرت که مال خدا هست و بهش میگفتن گاش اروان. اروان همون روانه که روان امروزیه، لغتی که تبدیل شده. اروان اون روح و گاشا همون از لغت گاو میاد، یعنی بزرگ. این روح بزرگ به مرکزی جای بوده که ارواح همه جمع می شدن و شاید بعدها از همین چیز حیواناتی که تولید می شدن دو مرتبه از این روح استفاده می کردن. این موضوع در هندوستان هنوز هم هست و باور می کنن این موضوع رو. ولی اینا همه مال قبل از زردشته و این کرپان ها خیلی قدرت داشتن در جامعه و همه چیز زندگی رو با مذهب مخلوط میکردن که بتونن کنترل کنن اجتماع. و بعد از اینکه زردشت اومد با اینا مخالفت کرد البته. و این چیز خیلی غیر عادی نیست، برای اینکه در تاریخ تمدن نشون میده که بیشتر لیدرهای جامعه های مختلف مذهبی بودن همشون و این کشیش ها بودن که زندگی رو اداره میکردن، چون مردم فکر میکردن که کشیش ها با خدا رابطه دارن و میتونن مانع گرفتاری های زندگی بشن. به این علت بود که مردم میرفتن پلو کشیش ها هر گرفتاری داشتن. قدرت دیگه ای که وجود داشته که کینگ یا شاه بهش میگفتن، اینا رو کشیش ها در موقعی که جنگ تولید میشده اینا رو تولید میکردن، یه نفر رو میاردن پادشاش میکردن و با یه ارتشی که تولید میکردن میرفت جنگ میکرد. و تاریخ تمدن میگه که وقتی اینا جنگ تموم میشد برمیگشتن به پادشاه میگفتن حالا برو دنبال کارت، برو تموم شد دیگه کاری باید نداری. و
و همینطور در تاریخ تمدن باز میگه که وقتی که سربازا میرفتن مالیات جمع میکردن، مالیات رو برای خدا جمع میکردن، بنابراین پولی که میگرفتن میرفت به معبد که کشیشا اداره میکردن. بنابراین قدرت کشیشا اولین و قوی ترین قدرت هاییست که تولید شد برای کنترل اجتماعات، کنترل masses of people، از مردم، برای اینکه مردم رو کنترل کنن. مذهب اینو حالا هم میگن، سایکولوژیست ها میگن به ما دیگه، مذهب is the best way, the simplest way to control. مذهب بهترین راهی بود که بشه گروه مردم رو، اجتماع رو کنترل کرد. برای همین بود که قدرتشون خیلی زیاد بود. از این مختص فلات ایران نبود؟ این تو... نه، این مختص فلات ایران نبود، ولی اینا هم همین کار میکردن. ایرانی هم همون کار میکردن که مردم دیگه، مصری ها میکردن، میدل ایستی ها از عراق، در بابلون، در بابلونیا همین کار میکردن، در اسیریا همین کار میکردن. و هر کی قدرت زیادتر داشت حمله میکرد به دیگران، کنترل، برای کنترل اجتماعات این کار میکردن. وقت مردم در اون زمان بنابراین میتونیم بگیم دو طبقه بودن؟ یعنی این آخونده بودن و... آخونده بودن، اولش دو طبقه بیشتر نبودن. آخونده بودن که بالای مردم اداره میکردن اجتماع، و مردم که گلداری میکردن و زاره بودن. ولی در اواخر زندگی زردشت میلیتاری شروع کرده بود به قدرت پیدا کردن، و از اون موقع به بعد همیشه فریکشن بود بین مذهب و میلیتاری. و در بعضی مواقع هم مثل دوره ساسانیان اینا با همدیگه می ساختن، با همدیگه ساختن. زردشت از فامیل سپیدمان هست و تاریخ تولد زردشت به طور قطعی معلوم نیست. در حدود 1000 تا 1200 سال قبل از تولد مسیح بوده. اون موقعی بوده که زردشت زندگی میکرده. روز تولد خود زردشت یا سال تولد خود زردشت معلوم نیست و هیچ چیزی در تاریخ وجود نداره که بشه معین کرد که در چه موقعی متولد شده. محلی هم که زندگی میکرده درست معلوم نیست باز، ولی در شمال شرقی ایران که اون موقع بهش میگفتن ایران بزرگ، در نزدیک دریای مازندران یا کسپین سی بوده، اون جایی که امروز بهش میگن قزاقستان، در حدود اون ناحیه زندگی میکرده. در زمان زردشت هنوز صحبتی از پارس ها و ماد ها نبوده، یعنی قبیله های ایرانی از همدیگه جدا نشده بودن هنوز، چون بعدها اینا جدا شدن از هم. ماد ها رفتن به طرف خاورمیانه، یعنی به طرف وسترن ایران یا مغرب ایران، ولی پارس ها و پارت ها، پارتیانز، اونا رفتن بیشتر به طرف مشرق ایران و بالاخره رسید به موقعی که پرشین امپایر تولید شد که از پارس ها بود، از مادها نبود. ولی اول مادها بودن که جلو افتادن، بعد پارس ها اومدن گرفتن. البته سیروس کبیر پدر بزرگش ماد بود، یعنی پدر مادرش ماد بود و پدر خودش پارس بود،
ولی اینا سالها بعد از زردوش بود. در دوره زردوش صحبتی از مادها و پارسها نبود. اون موقع شهر خیلی بزرگی هم در اون نواحی نبود. شهرها همه کوچیک بود، به شکل دهات یا شهرهای خیلی کوچیک. شهر بزرگی وجود نداشت و پادشاه خیلی بزرگی هم وجود نداشت. بنابراین اینا نمیتونن تاریخ رو معین کنن که در زمان سلطنت فلان پادشاه بوده، چون پادشاه خیلی بزرگی وجود نداشت در اون موقع. در دوره جوانی زردشت هنوز وسائلی که مردم استفاده میکردن ازش با سنگ ساخته شده بود، مثل گرز سنگی. این نشون میده که مردم اون ناحیه هنوز در سنگ دوره یا استون ایج زندگی میکردن. ولی در اواخر زندگی زردشت مفرق یا برونز پیدا شده بود در اون ناحیه، و گذشته از اون چیزهای دیگه کشف شده بود، مثل چرخ و مثل عرابه های جنگی، که اینا در آخر زندگی زردشت تولید شده بود و زردشت از اینا متنفر بود، چون تولید جنگ میکردن. اینا میامدن با عرابه های جنگی که اسبا رو تربیت کرده بودن که میکشید اینا رو و باعث زحمت مردم عادی میشدن. بنابراین زردشت با اینا مخالف بود و در گفته های زردشت اینا دیده میشه. بیشتر مردم که دورور زردشت زندگی میکردن یا گله داری میکردن یا اینکه زارع بودن، زراعت میکردن، و تعداد خیلی محدودی از مردم که پیشوایان جامعه بودن، اینا کشیش ها بودن که زردشت بهشون میگه کرپان، و بعضی هاشون هم آذربان بودن، یعنی اون کشیش هایی که مواظب آتش بودن توی آتشکده ها برای مردم. و معبدهایی هم که داشتن همش چیزهای معبد ساختمان هایی بود که خیلی بزرگ و مفصل نبود، چون مردم خیلی هاشون در حال حرکت بودن و از یه ناحیه میرفتن به ناحیه دیگه واسه اینکه جا پیدا کنن برای حیواناتشون که از نظر تغذیه حیوانات مجبور بودن که را بیفتن برن حرکت کنن. جنگجویانی که بین اینا پیدا شدن، اینا هم به نظر میاد که در اواخر زندگی زردشت بود که اینا پیدا شدن، همونطور که چیزهای دیگه که گفتیم پیدا شده بود. یعنی یه طبقه تازه پیدا شد در اواخر زندگی زردشت، و اینا سرباز بودن و یا افسران ارتش بودن و یا پادشاه که بهشون میگفتن کاوی، که از لغت همون کاویانی قدیم ایران میاد، و اینا اضافه شدن به، یعنی طبقات مردم سه تا شده بود در آخر زندگی زردشت، و حالی که در اوائل زندگیش فقط دو تا بود. و زردشت میگه که اینا نظامی ها، سنگدل یا روثلس به قول نویسنده های انگلیسی، و اکتسابی، اکویزیتیو، اینا زردشت به اینا میگه، اسم اینا روی اینا. زردشت از اینا ناراحت بوده و میگفته اینا مردم خوبی نیستن، چون مزاحم بودن، طوردارداری گرفتاری و جنگ ها میشد، و میگفته که اینا پیروان لورد ویزدام یا خدای اهورامزدا نیستن، اینا پیروان دیوها هستن از این کارهایی که میکنن.
زردوش خودش تا سن 15 سالگی اونچه که میشد یاد بگیره از پدرش و دیگران در اجتماع خودش یاد گرفته بود و در سن 15 سالگی آتشبان یا آذربان شده بود و گائر یک نویسنده یک کتابی هست به اسم Origin of All Religions. This is an English book. گائر معتقده که زردشت طبیب هم بود. طبیب شده بود. یعنی هیلر. و این غیر عادی نیست چون خیلی از کسانی که اطلاعات داشتن تحصیل کرده بودن در اون زمان اطلاعات طبی و اطلاعات قانونی و اطلاعات دینی و اینا رو همه رو به اینا درس میدادن. در سن 20 سالگی زردشت از منزل پدرش رفت و در حدود 10 سال به مطالعه و مطالعه طبیعت اوضاع طبیعت پرداخت و اینطور که میگن توی یک کوهی زندگی میکرد. در سن 30 سالگی یعنی پس از 10 سال مطالعه بهش الهام شد از راه نور و روشنایی و که آنچه که در دنیا خوب هست از آفریده های لورد ویزدام یا اهورمزدا یا خدای خرد هست و حالی که تاریکی و اون چیزهایی که بد هست اینا از یک نیرویست که مخالف خدا یا مخالف خدای خرد هست، مخالف اهورمزدا هست و این نیروها دشمن یا روح دشمنی بهشون میگن انگرا مینو. مینو که مایند یا روح ترجمه شده و انگرا دشمنی ترجمه شده به دشمنی. این انگرا ظاهرا مربوط به همین لغت انگر امروز انگلیسی هست که غضب ترجمه میشه به غضب. مذهب ایرانیان قبل از زردشت خدایان خیلی متعدد داشت و نتیجهش این بود که کشیش های خیلی متعددی بودن و این کشیش ها احتیاج داشتن به اینکه مردم حیوانات بیارن قربانی کنن و متخصصین بین کشیش ها که قربانی میکردن این گوشت این حیوانات میگرفتن تقسیم میکردن بین خودشون. یعنی منافع کشیش بود که باعث تولید این خدایان و این قربانی های متعدد می شد و این مزاحم مردم عادی بود که گاودار بودن یا گلداری می کردن. زردشت اولین مرد تاریخی هست که به عنوان پیغمبر یک خدا و اونم یه خدای ابسترکت یعنی خدای خرد، این زایده افکار زردشت هست. اولین کسی بود که هم چیزی تولید کرد به جای اینکه خدایانی که قبلا بودن همه خدای خورشید یا خدای ماه یا خدای آب، اینا مربوط میشه به یه چیزایی که میشه دید یا دست زد، ولی خدای خرد یه چیزیست که ابسترکت هست، نمیشه دیدش، فقط میتونی راجع بهش فکر کنی، یه چیزی نیست که ما ببینیم یا دست بزنیم یا بحث کنیم باهاش. و زردشت معتقد بود که هرچی که مردم بیشتر دانش داشته باشن به این خدا که خدای خرد هست نزدیکتر میشه.
و اینا همه یه چیزهای تازه‌ای بود که اعلام میکرد به مردم که این خدایانی که قبلا داشتن و این گرفتاری‌هایی که داشتن اینا لازم نیست، یه چیزهای بی‌معنی است. زردشت خواص خدای خرد رو مربوط میکرد به تمام چیزهایی که خوب هستن و یک چند تا از خواص مهم این خدا یکیش بود به اسم عشا. عشا که یه لغت خیلی خوبیه در فارسی، متاسفانه امروز مورد مصرف نیست. معنی این لغت اینه که آن چیزهایی که در این دنیا صحیح هست، درست هست، بهش میگیم عشا. و بین اینا از همه مهمترش که نوشته شده بین گفته های زردشت و دیگران که نوشتن راجب زردشت، یکیش عدالت هست، یکیش truth یا راستی درستی هست و یکیش هم نظم طبیعت. اینا همه جزء عشا هست، ولی عشا یه لغت خیلی بزرگتریست که تمام چیزهایی که تو این دنیا درست هست بهش میگن عشا. تنها لغتی که در فارسی استعمال میشه گاهی که نزدیک هست ولی باز کامل نیست، لغت عربی حق. حق، هر چیزی که حق هست یعنی درسته، اینو بهش میگن عشا. این یکی از خواص خداست، خدای خرد. یکی دیگه از خواص خرد، خدای خرد، روح پاک یا good mind، روح پاک یا good mind هست که از نتیجه این روح پاک پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک هست. و این همونطور که بیشتر ایرانی ها میدونن از گفته های زردشت هست. و زردشت پیشوایان مذهبی قبل از خودشو، یعنی کشیش ها رو بهشون میگفت کرپان، و لیدرهای غیر مذهبی رو بهشون میگفت کاوی، و میگفت اینا همه منحرف هستن. علت این که منحرف هستن اینه که به مردم میگن که ما میخوایم به شما کمک کنیم، ما اینجا هستیم که از نظر خدا یا از نظر قدرت نظامی ما اینجا هستیم که به مردم کمک کنیم، به سوسایتی کمک کنیم، ولی دروغ میگفتن. هر کاری میکردن برای خودشون این کار میکردن، نه برای سوسایتی. یعنی اول فکر خودشون بودن. این گفته زردشت هنوزم صحیحه در همه جای دنیا، چه در ایران چه در جاهای دیگه دنیا. زردشت مدت‌ها تو اون شهری که زندگی میکرد خودش، در حدود 10 سال افکار خودشو به مردم، و چه مردمی که جزء پیشوایان بودن اینا رو گفت، ولی کسی به حرفش گوش نمیداد. موقعی که یه تعداد کمی مردم شروع کردن گوش کردن به حرف زردشت، کرپان ها ناراحت شدن، این کشیش های قبل از زردشت، اینا ناراحت شدن و به این خیال افتادن که زردشت رو بکشن، و به همین علت زردشت مجبور شد که فرار کنه با چند تا از اون کسایی که همراهی میکردن باش، دنبال میکردن افکار زردشت، و اینا از اون شهر رفتن به یه شهر دیگه. بنابه اطلاعاتی که در دست هست، مسافرت در اون موقع خیلی مشکل بود، یعنی مردم اگه میخواستن از یه جایی به یا جای دیگه برن باید پیاده میرفتن، و اسب و حیوانات رو
اون موقع استفاده میکردن ازش، ولی فقط برای باربری استفاده میکردن، یعنی هنوز یاد نگرفته بودن که سوار اسب بشن و با اسب مسافرت کنن. در این موقع زردشت در حدود 40 سالش بود و رفت به یه شهر دیگه که در این شهر یک کاوی بود به اسم ویشتاسپا، یا ویشتاسپ ایرانی، لغت تو تاریخ ایران هست ویشتاسپ، که بعدها این اسم حتی توی بین پارس ها هم وجود داشت. و این ملکه این شهر رو که زن ویشتاسپا بود، اینو قانعش کرد زردشت که افکار خودش درست بود و افکار دیگران یعنی کرپان ها غلط بود، و با این ترتیب معرفی شد به کاوی ویشتاسپا که اونم قبول کرد افکار زردشت رو. و وقتی که ویشتاسپ قبول کرد افکار زردشت رو، خیلی از مردم دیگه هم قبول کردن، یعنی مردم این شهر افکار زردشت رو قبول کردن. زردشت در حدود اینطور که تو تاریخ می نویسه، ولی درست معلوم نیست چند سال دیگه زندگی کرد، ولی پیر بود وقتی مرد یا کشتنش، چون تو بعضی کتاب ها می نویسن که زردشت و یک کرپان در سن 78 سالگی اومد توی آتشکده و کشتش، ولی همه اینو قبول ندارن، میگن این قصه است. و ولی زردشت زندگی کرد در حدود حداقل 30 سال بعد از اینکه با ویشتاسپ آشنا شد، زنده بود و افکار خودشو پخش کرد بین این مردم. بنابراین افکار زردشت توی اون جامعه‌ای که زندگی میکرد پخش شده بود و خیلی اطلاع داشتن که زردشت چی میگفت. ولی در همین موقع هم جنگ های مختلف شروع شده بود که زردشت رو خیلی ناراحت کرده بود. زردشت افکار خودشو به اسم گات ها، گات به معنی سرود هست، چون اون موقع وقتی اینا رو می رفتن مردم توی آتشکده که بشینن دعا کنن، اینا رو می خوندن، یعنی مثل همجور که قرآن می خونن، قرائت قرآن که میگن، اینا هم به شعر، به شکل شعر بود افکار زردشت، و اینا رو مردم می خوندن به شکل سرود. در زبان هندی که خیلی نزدیک به زبان ایرانی بود، اینا رو میگفتن گیتا، ولی در فارسی میگفتن گاتا. دین زردشت رو بعضیا بهش میگن دوالیزم یا دولایه. دولایه هست. علت اینکه این حرف رو میزنن اینه که میگن یه خدای خرد هست و یه اهریمن هست، یعنی اینا دو تا قدرتی هستن که مخالف هم دیگه هستن، و خدا اهریمن رو تولید نکرده. و حالی که بعدها که شیطان در دین یهودی پیدا شد، گفتن که شیطان خدا خلق کرده، ولی بعد شیطان رفته مخالف با خدا شده. این اختلافی است که بین دین زردشت و دین یهودی از نظر یکی بودن خدا هست. ولی از نظر پرستش، زردشت هیچ وقت نگفته که باید اهریمن پرستید، فقط گفته باید خدای خرد رو باید پرستید، نه اهریمن. بنابراین خیلی از کسانی که ریسرچ کردن دین و افکار زردشت رو، میگن که این مونوتئیستیک، یه دونه خدا بیشتر نیست، چون اهریمن خدا نیست و قابل پرستش نیست. خدای خرد
تمام چیزهای خوب دنیا رو تولید کرد. اینا همه افکار زرتشتی، یعنی آسمان و زمین و نور و همه چیزهای خوبی که تو این دنیا هست کار خدای خرد هست و خدای خرد قاضی و قانونگذار این دنیا هم بود، غیر از این که اینا رو تولید کرد، یعنی آفریدن اینا رو آفرید و بعد خودش هم قانونگذار این دنیا هست. زردشت با خرافاتی که مردم دوربرش معتقد بودن، مثل دیوها، جادوها، جادوگری، قربانی کردن حیوانات و زجر دادن حیوانات، بعضی حیوانات رو در حالی که میخواستن قربانی کنن زجر میدادن این حیوان بدبخت رو، زردشت با همه اینا مخالف بود و با نوشیدن شراب مستاور مخالف بود زردشت. از نظر مذهب زردشت فکر میکرد که مردم آزاد هستن، میتونن فکر کنن و انتخاب کنن. اینیست که به مردم میگفتن میشه، میگفت گوش بدین به حرفای من، فکر کنید و انتخاب کنید که آیا این خدایی که من میگم بهتره یا اون خدایانی که شما قبلا داشتید، و خودتون انتخاب کنید که چه خدایی و چه مذهبی رو میخواید. اهورمزدا مثل خدای تورات یا مثل خدای قرآن مردم و بچه، چون در تورات میگن یهودی ها بچه های خدا هستن، They are children of God، و در قرآن میگه بنده خدا هستی، یعنی You are slave of God. زردشت میگه خدا توقع کورکورانه از بشر نداره، بشر باید فکر کنه، خدا به بشر مغز داده که فکر کنه و انتخاب کنه که میخواد کار خوب بکنه یا کار بد بکنه. این انتخاب خود بشر هست، یعنی You have the right to pick what you want to do. I'm sorry, I keep forgetting him. Mixing up English with Persian. مردم باید با نیروی عقل و خرد خوب و بد و تشخیص بدن. اینیست که زردشت میگه به مردم. با تنبلی و کنارگیری مخالفه. زن و مرد از نظر حقوق انسانیت مساوی و هر دو محترم هستند. بهداشت جسم و روان هر دو خیلی مهمه. آلودگی یا پلیدی که هم لغت پالوشن هست، آلودگی یا پلیدی آب و هوا و غذا و آتش و چیزهایی که دورور ما هست، اینا رو همه رو مخالف خدا میدونه. خدای خرد و جهان به نظر زردشت بدون آغاز و بدون انتها هستن، و ولی در این حال زردشت میگه همیشه در حال تغییر هستن، یعنی اِوولوشن دارن. یعنی این نکته خیلی مهمه، به علت اینکه مذاهب دیگه مثل مذهب اسلام میگه این حرفایی که خدا گفته در قرآن اینا قابل تغییر نیست، همیشه باید بمونه همینطور. زردشت مخالف اون هست، میگه اینا گرچه افکار خدا هست یا افکار دائمی هست، ولی دائم اِوولوشن داره، تغییر میکنه. بنابراین اون خاصیت این که قابل تغییر نیست اینو قبول نداره زردشت. در گاتها
زرداشت صحبتی از جهنم و سوختن مردم این چیزا رو نمی کنه، واسه این که میگه خدا برای راهنمایی و نجات و ایمپروومنت و بهتر کردن زندگی مردم اومده و میخواد کمک کنه. خدا نیومده که مردم رو تنبیه کنه. در یسنه‌های که قسمت‌های مختلف بخش‌های مختلف گاتا هست، اینو بهش میگن یسنه. این همون لغت امروزی جشن هست، یسن جشن، این عوض شده از یسنه به جشن، سلبریشن. همون جور که وقتی مردم مسیحی ها میرن به چرچ، they are celebrating. این هم همون جور بوده که در دوره زردشت به مردم میگفت وقتی میان به آتشکده، we are celebrating. این یه جشنی هست برای خدا و اینو در بخش های مختلف تقسیم میشه. در هات 11 یا بخش 11، اینو من ترجمه کردم به فارسی به شعر که تو این کتاب زرداشت من هست، میگه روح دادی به تنم در آغاز، تو خدایا خردت را دل من کرده نیاز. یعنی وقتی دعا میکنی به خدا، اون چیزی که از خدا میخوای پول نیست یا قدرت نیست، از خدا خرد میخوای. تو خدایا خردت را دل من کرده نیاز، ز تو ارزانی ما این سخن است، هم ز تو نیروی این کار و آموختن است. تو بدادی به من این دانش و آزادی خیش، تو خدایا تو بدادی به من این دانش و آزادی خیش، اینا رو تو به من دادی، به ره خوب و بد و عزم به کیش. یعنی همون چیزی قبلا گفتیم که خدای زردشت خدای دانش هست و به مردم آزادی میده که انتخاب کنن که چی میخوان. راه خوب و بد و خود مردم باید انتخاب کنن بعد از اینکه به اندازه کافی دانش دارن. این اختلاف بزرگیست بین دین زردشت و دین زردشتیان که با این فرق داره، اونو دفعه بعد صحبت میکنیم راجبش که بعد از زردشت چه شد.